بینندگان عزیز سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه، اوقات خوبی رو پشت سر گذاشته باشید و اوقات بهتری پیش رو داشته باشیم. خوشحالم که بار دیگر فرصتی شد تا با آقای عنایت مطلبی از استرالیا در تماس باشیم و صبح زود ایشون زحمت میکشن میان حاضر میشن. من به نوبه خودم تشکر میکنم که صحبت کنن. ضمن این که نظرات خودشون رو میگن، ایشون لطف کردن هر وقتم من و شما پرسشی داشتیم میان و پاسخ میدن. آقای مطلبی سلام به شما، خیلی خوش آمدید و من میکروفون رو در اختیار شما میذارم. هر وقت که به من اجازه بدید یکی دو تا سوال شده من هم اونها رو مطرح میکنم. این شما و این هم بینندگان و شنوندگان تلویزیون مردم، بفرمایید. جناب سوربی روز بخیر و وقت بخیر. امیدوارم نه تنها شما، تمام دوستان عزیز در سراسر دنیا هفته خیلی خوبی داشته و هفته خوبی هم در پیش داشته باشم. خیلی متشکرم از وقتی که محبت فرمودید. سوالاتی شده، دو تا سوال از من شده، باز دوباره سوال از خرد شد و مثل که ما توی سوال خرد موندیم و نمیتونیم خارج بشیم. در هر صورت من از دوستان تشکر میکنم و باید عرض کنم که خرد مثل یک خورشید راهنمایی، همچون شمس رستگاری، همچون آفتاب دانایی، آسمانی پرستاره و قمر از هوش، پرستارگان و قمر از هوشیاری بوده و هست و خواهد بود. یکی از عالی ترین مواهبی هست خرد که خداوند به ما بندگان عنایت فرموده. البته نحوه استفاده از خرد دست خود ما هست. ما میتونیم از خرد دو چیز استفاده کنیم، یعنی در آن واحد ما میتونیم از خرد فقط یک نوع استفاده داشته باشیم. نمیتونیم هم درست استفاده کنیم هم غلط استفاده کنیم، فقط میتونیم یک جور استفاده داشته باشیم، یا مثبت هستش یا منفی هستش، بستگی به ما داره. یعنی ما میتونیم در آن واحد تصمیم بگیریم یک شهری را نابود کنیم با خرد، یک بمب اتمی بسازیم و شهری را نابود کنیم همینطور که کردیم، و یا میتونیم شهری را بسازیم، شهری را آباد کنیم. پس این بستگی داره که ما به چه تعلیم و تربیتی رسیدیم. اگر تعلیم و تربیت ما روحانی، جسمانی و عقلانی یا خرد باشه، ما میتونیم چیکار کنیم؟ یه شهری را آباد کنیم. ولیکن اگر فقط مادی باشه، اونجاست که اشکال ممکنه پیش بیاد، همونطور که عرض شد. پس میتونیم چیکار کنیم؟ با تربیتی که دریافت میکنیم این مسئله رو حلش کنیم. فقط نمیتونیم به خرد متشبث بشیم. اگر به خرد فقط به خرد متشبث بشیم، کارمون اشکال پیدا میکنه. ما در طول تاریخ شاهد و ناظر بسیاری از این گونه اشتباهات بودیم که به وسیله انسانها یا بشر انجام شد. چرا؟ به خاطر که همینطور که عرض شد، انسان فقط تربیت مادی داشت.
ملاحظه نمودیم که چه گرفتاری هایی بر انسان پیش اومد. حال اگر همینطور که عرض کردم ما این سه تربیت عقلانی، جسمانی و انسانی و روحانی رو با همدیگه این سه تا داشته باشیم، مثل سه پایه میمونه. افرادی که فقط معتقد به خرد هستن و میفرمان که ما احتیاج به دین نداریم، گرفتاری ما همینجاست که میگیم دین را یه چیز چجوری میتونم بگم، یه چیزی، البته حقم هست، حقم دارم که دین گرفتاری، همینطور که همین الان جناب رسوبی شما توضیح میفرمودید، ببینید چه گرفتاری هایی که ما به وسیله دین به وجود نیاوردن و ما نداریم. ولیکن اگر که ما تربیت روحانی پیدا بکنیم، ما خیلی از این گرفتاری ها حل خواهیم نمود. تربیت روحانی هم این هستش که اون چیزی که برای خودمون میپسندیم، برای دیگری هم بپسندیم. ما با تربیت عقلانی یا خرد از مواهب سرشاری سود بردیم، مانند در میادین پزشکی، ارتباط جمعی، فرهنگی، اجتماعی، تکنولوژی، مسافرتی و بسیاری دیگر که انسان از اون برخوردار هستش. ما از اون چه هستیم؟ برخوردار هستیم. پس خرد میتواند موجب سعادت و رفاه و موفقیت بشر باشد و یا میتواند موجب فنا و یا نابودی انسان گردد. در این دو حالت فقط و فقط بستگی به نوع تربیتی دارد که ما دریافت میکنیم. حال اگر روح انسان را مانند نور خورشیدی فرض کنیم، ما در نور خورشید هیچ جدایی نمیبینیم، انوار خورشید را یکی میبینیم و به طور مساوی از آن استفاده میکنیم و بهره میگیریم. اینطور نیست؟ پس ما همگی دارای یک روح بیشتر نیستیم و به طور دست جمعی در ترقی و تکامل اون میکوشیم. پس از نظر روحی اگر ما فکر کنیم، ما همگی برادران و خواهران روحانی و یا روحی هستیم. پس این روح ما یک نوری از خورشید واحد هست که همینطور بر اجسام میتابد، یک جلوه ای داره. بر نباتات میتابد، یک جلوه دیگه ای داره، یک کمی کامل تر هستش. بر حیوانات میتابد، اون جلوه به طور کامل تری ظاهر میشه و وقتی که به انسان میتابه، اون جلوهش در نهایت، نمیتونیم بگیم در نهایت، بسیار کامل تر هست. پس اگر خرد ما ضعیف هست، ما مانند حیوانات عمل میکنیم. اگر عالی تر باشد، مانند فرشتگان عمل خواهیم کرد و این بسی بسی روشن است. ما روزانه این مسائل را چکار میکنیم؟ در این میبینیم که چی در گذر هست در دنیا. پس همگی را یک اعضای یک خانواده بینیم و در بهبودی و سعادت بهبودی یک شخص، بهبودی اجتماع هست، بهبودی کشور هست. پس بهبودی یک شخص بهبودی خانواده هست. اگر این چه جهت خود خواهیم، جهت دیگران خواهیم
و آنچه بر خود بپسندیم بر دیگران بپسندیم و آنچه از خود بر خود نپسندیم همینطور بر دیگران هم نپسندیم. چرا؟ برای اینکه همگی از یک روح واحد چی هستیم؟ هستیم، دار یک روح واحد هستیم. اون وقت است که جهان گلستان شود، صبح هدایت بدمد و آفتاب وحدت بدرخشد و نغمه بلبل عشق و دوستی بر شاخسار درخت محبت به نغمه و آواز با الحان خوش بپردازد. من در اینجا لازم میدونم که چند قسمت از کلمات مکنونه که یک اثر عرفانی بزرگی هست از حضرت بهاءالله جهت دوستان قرائت کنم. ایشون میفرمایند: ای بنده من، مثل تو مثل سیف پرجوهری است که در غلاف تیره پنهان باشد و به این سبب قدر اون بر جوهریان مستور ماند. پس از غلاف نفس و هوا بیرون آی تا جوهر تو بر عالمیان هویدا و روشن آید. پس ما بشرها، ما انسانها مثل یک شمشیر بسیار براق و پرارزشی هستیم که در غلاف تیره شؤونات حیوانی شاید یا هوسهای نفسانی در اون غلاف هستیم، یا اون روح ما در اون غلاف هست. می فرمان اینجا بیرون بیا تا اون ارزش تو بر اون در هر جوهریان، جوهریان اینجا معنی کسی که جواهر شناسان روشن بشه. همینطور می فرمایند: ای دوستان من، یا ای دوست من، تو شمس سماع قدس منی، خود را به کسوف دنیا میالای، حجاب قفلت را خرق کن تا بی پرده و حجاب از خلف سحاب بدرآیی و جمیع موجودات را به خلعت هستی بیارایی. پس اینجا تشبیه می‌فرمان ما را مثل شمس آسمان پاک، قدس به معنی پاک، که گرفته شده به کسوف دنیا، گرفته شده به این تشکیلات دنیوی، اینها را می‌فرمان از هم خورد کن، بپاش، بیرون ریز تا اون حقیقت اصلی تو ظاهر گردد. و بعد می‌فرماین: ای ابنای غرور، ابنا جمع ابن هست، ای فرزندانی که غرور دارید، به سلطنت فانیه، به سلطنت فانیه ایامی از جبروت باقی من گذشته و خود را به اسباب زرد و سرخ می آرائی و بدین سبب افتخار می نمایید. قسم به جمالم که جمی را در خیمه رنگ تراب در آورم و همه این رنگ های مختلفه را از میان بردارم، مگر کسانی که به رنگ من در آیند و آن تقدیس از همه رنگ هاست. پس ملاحظه می کنیم این روزها که افراد به سلطنت فانیه، به قدرت های فانیه اونچنون چسبیدن که همه چیز را فراموش کردن
و به اسباب زرد و سرخ و قرمز و رنگ‌های مختلف چیکار می‌کنن؟ متشبث شدن. اینجا حضرت بهاءالله قسم می‌خورن که همه اینها را به رنگ بر خاک ریزم. من نمی‌دونم کی ما می‌خوایم از این خواب غفلت بیدار بشیم. باز می‌فرمایند ای ابنای غفلت، به پادشاهی فانی دل مبندید، مسرور شوید، مسرور مشوید، مثل شما مثل طیر غافلی است. طیر به معنی پرنده، مثل طیر غافلی است که بر شاخه باقی در کمال اطمینان بسراید، بختتن صیاد اجل او را بر خاک اندازد، دیگر از نغمه و هیکل و رنگ او اثری باقی نماند. پس پند گیرید ای بندگان هوا. بندگان هوا افرادی هستند که افراد نفسانی می باشند. پس به این قدرت های که از بین خواهد رفت دل مبندید. نظائرش ما زیاد در تاریخ داشتیم. آخریش حکومت قبلی ایران بود. ببینید که به چه صورتی از بین رفت. پس به پادشاهی فانی دل مبندیم و مبندید. یادتون باشه، یادمون باشه که ما هم همون مسیر را داریم طی می‌کنیم. بختتن مثل اون پرنده‌ای که روی شاخه نشسته در نهایت جلالت و قدرت بر شاخه نشسته، ولیکن غافل از اون هستش که صیاد روزگار در کناری نشسته و نشانه گرفته ما را. جناب سوربی، من اگر حاضرم اگر شما سوالی دارید. خیلی ممنون. دو تا سوال هست که من اولیشو خدمت شما میخونم. یکی این که میپرسن دین گوید این دنیا فایده ندارد. حالا لابد دنبالش اینه که خب پس چرا ما رو میارن و اینجا هستیم. در اصل سوال اینه، دین گوید این دنیا فایده ندارد. نظر شما چیه؟ حالا دقیقا منظور از سوال کننده چی بوده؟ منظور من فکر میکنم این بوده است که خیلی از معتقدین ادیان میگن این دنیا فایده‌ای نداره و ما نباید به این دنیا چی باشیم؟ متشبث باشیم. بسیار خوب، من باید جواب این دوست عزیز را با یک مثالی شروع کنم. این دنیا به همون، به نظر من البته، به همون اندازه و مقدار برای ما مهم و لازم و ضروری می باشد که دنیای رحم مادر. حال اگر ما بگوییم که این عالم و یا دنیا یه دینی گفته که فایده‌ای نداره، یا ادیان گفتن این دنیا فایده نداره، میتونیم بگیم دنیای رحم هم فایده نداره. انسان حدود 9 ماه یا مادر حدود 9 ماه در رحم مادر قرار میگیریم. برای چی؟ برای تکمیل شدن این بدن ما با تمام اجزا و اندامش. و زمانی که این بدن تکمیل و کامل شد، ما به این دنیا خواهیم، یعنی
رحم را ترک میکنیم به این دنیا میایم، به این دنیای مادی میایم. حال اگر ما بتونیم بگیم که رحم مادر، یعنی ما وقتی که در رحم مادر بودیم نمیبایست بودیم و جای خوبی نیست، رحم مادر بیفایده بود، اگر اینا میتونیم بگیم، میتونیم بگیم این دنیا هم جناب سوربی به درد نمیخوره، یا این دنیا درست نیست. حضرت عبدالبهای فرمایش بسیار زیبایی میفرمان اینجا، البته این مضمون بیان حضرت عبدالبهاست، میفرمان این دنیا مثل هتل و موتلی هستش، هر روز عده‌ای میان برای یک شب در این هتل ساکن میشن و روز بعد میرن به طرف مسافرت خودشون، حرکت میکنن. حال اگر وقتی ما وارد این هتل میشیم شروع کنیم به تزیین اتاقی که در اون هستیم، به تزیین و زیبایی اتاق بپردازیم، یک مرتبه به خودمون میاد که وقت تموم شد و ما باید هتل را ترک کنیم. چرا؟ برای اینکه وسیله‌ای که میخوام باش مسافرت کنیم آماده حرکت هستش. پس ما وقتمون را برای تزیینی اتاق مصرف کردیم، وسائل مسافرت را آماده نکردیم، و وقتی که در سفر هستیم تهیدست خواهیم بود و نمیتونیم اون چیزهایی که لازم بوده برای سفرمون داشته باشیم. پس تا زمانی که ما در این دنیا هستیم باید وسائل سفر خود را آماده کنیم. ما اینجا موقتی هستیم. همین الان جناب سوربی شما میفرمایید من وقتی که فراغت دارم میخوام بشینم راحت باشم و از زندگیم استفاده کنم. اون چی که شما فرمودید جناب سوربی آسایش جسمانی بود، ولی که شما اینجا نخواهید بود، من اینجا نخواهم بود، هیچ کس در این دنیا باقی نخواهد بود. یادمون باشه به تزیین اتاق نمیتونیم بپردازیم. من یک داستانی را قبلا عرض کردم و از گفتنش ابایی ندارم دوباره، به خاطری که خیلی به این مسئله میخوره. میگن که رسم و ترتیب یک کشوری اینجور بود که هر 7 سال یک بار مردم پادشاهی را انتخاب میکردن و به کاخ سلطنت با کمال حشمت و جلال هدایت نموده از یک دربی این را وارد می کردن و از درب دیگر پادشاه قبلی را با کمال ذلت و خفت از کاخ سلطنتی اخراج نموده و به یک جزیره تبعید می نمودن و در اون جزیره یک اتاق کوچکی بود که میبایست در اونجا زندگی کنند، که اون جزیره بدون سکنه و بدون کمک و یاری بودند. اتفاقا وقتی که این پادشاه جدید با ملک وارد میشدند با اون جلال و شکوه، ملاحظه کردند که از دروازه دیگر اون پادشاه قبلی با چه خفت و گرفتاری اینا را دارن میبرند. پادشاه رو کرد به ملکه و گفت میبینی بعد از اتمام 7 سال ما به اون گرفتاری خواهیم رسید. ملکه یک زن خیلی
با سیاست و با خردی بود. گفت تو 7 سال وقت داری، قدرت داری، حکومت داری، اولا میتونی قوانین را عوض کنی، دوم میتونی اون جزیره رو بسازی، آماده کنی برای خودت. جناب سوربی، ما وقتی در این دنیا هستیم اون جزیره رو باید آماده کنیم. این ملکه چقدر باهوش و باخرد بود، به پادشاه گفت برو اون جزیره رو آباد کن، آماده کن برای زندگی که تو رو به زمانی که تو رو میفرستن اونجا. تمام وسایل آسایش رو در اونجا آماده کن. دوست عزیزی که این سوال را میکنه، این دنیا محل اقامت کوتاهی برای ما بیشتر نیست. ما اومدیم اینجا برای مدت کوتاه، ما اومدیم اینجا آماده بشیم برای اون دنیای بعدی. حال رؤسای ادیان طوری رفتار میکنن چون حقیقت دین را متوجه نشدن، چون طوری رفتار میکنن، طوری به دیگران میگوین که ما نباید به این دنیا متکی بشیم. چرا؟ در حد خودش همونطور که متکی بودیم در زمان رحم، این دنیا هم ما باید متکی باشیم. چرا؟ از وسائلی که لازم داریم برای دنیای بعدی باید آماده کنیم. حضرت بهاءالله می فرمایند اگر ببینید، اگر این دنیا قابل توجه بود، من خودم را به دشمنان نمی سپردم، به دست ظالمان نمی سپردم. از این دنیا و مزایای اون نهایت استفاده را می کردم، ولیکن من برای سعادت بشر اومدم. پس این دنیا ما لازم داریم، لازم داریم که ازش نهایت استفاده را بکنیم، ولیکن نباید بستگی به اون داشته باشیم. وقتی میگن این دنیا زیاد خوب نیست، مقایسه هست که این دنیا خوب نیست. مقایسه، شما مقایسه بفرمایید دنیای رحم را با این دنیا، اصلا قابل مقایسه نیست. سوال بعد جناب. خیلی ممنون. یکی از دوستان یه شعری رو برای شما فرستاد، من نوشتم زیر اسکایپ، بعدم بخونید اگر خواستید. راجع به سعدی هست، اون غزلیات سعدی خیلی جالبه. من این شعر رو همیشه یک خطش رو میدونستم ولی نمیدونستم که از سعدی هست، که میگفت دنیا پلیست برگذر راه آخرت، اهل تمیز خانه نگیرند بر پلی. ایشون تمامش رو براتون فرستاده. هر روز باد میبرد از بوستان گلی، مجروح میکند دل مسکین بلبلی. و خیلی جالبه. سوال دوم این هست که دوستی که این رو فرستاده، من از شما متشکرم که قرارت فرمودید. بله، روی اسکایپ براتون فرستادم. مرسی. سوال دیگه این هست که نوشتن قوانین دین مخالف طبیعت است. البته اینم به صورت پرسش نیست، به صورت نظر هست. شما در این مورد چی میگید؟ آیا قوانین دین مخالف طبیعت هست؟ جناب سوربی، واقعا من تعجب میکنم از این جور سوال ها. نمیدونم دوستان، البته میشه گفت که حق دارم. خیلی از دوستان چون ادیان گذشته رو در حال حاضر میبینن، شما خود عزیزتون داشتید صحبت میکردید چه گرفتاری ها در مورد دین ما داریم، یکی سنی هست یکی شیعه هست، اینها افتادن به جون هم و چه گرفتاری هایی که به وجود نیوردن. البته
من موافق هستم از یک جهت، از یک جهت دیگه انسان خودش باید بررسی کنه که قوانین دین مخالف هست با طبیعت یا نیست. ما این سوالات یا این نظریات را از کجا میاد باید ببینیم که چرا دوستان همچون نظریه هایی دارن. من قبلا هم عرض کردم دارو باید تازه باشه. اگر دارو تازه نباشه و تاریخش گذشته باشه موجب گرفتاری خواهد شد. این رو باید فکر کنیم در موردش، بررسی کنیم در موردش. دوستان گرامی، دین هیچ مخالفتی با طبیعت نداره. به نظر من با آثار دین و به کمک طبیعت بشر قادر و توانایی آن است که متوجه شود هدف از آمدنش به این دنیا چیست و سبب کدام است. دوستان، طبیعت بزرگترین و عالی‌ترین و کامل‌ترین کلاس درس عملی هست. چجوری میتونه مخالف باشه؟ جهت چی؟ راهنمایی ما. نمیتونیم بگیم دین مخالف طبیعت هست. بشر در رحم همین طبیعت است که رشد میکنه، ترقی کند، صفات و قوای لازمه جهت این جزیره‌ای که قبلا ذکر کردم چیکار میکنه؟ کسب نماید. ما داستان پادشاه یا رسم و رسوم اون مملکت را عرض کردم. در این دنیا که ما هستیم ما از طبیعت استفاده میکنیم. دین نمیتونه مخالف طبیعت باشه، ابدا چنین نیست. من میگم که این دوستان خوب از هدف از دین متوجه نشدن. این جواب مختصری بود که من میتونستم جناب سوربی خدمتتون عرض کنم. شما فرمودید دو تا سوال، سوال دیگه هم هست؟ نه دیگه، این دومی بود. اولیش همون بود که دین میگه که دنیا فایده نداره. سوالی از من شده، اگر شما سوالی ندارید. بله بفرمایید شما. سوالی هم از من شده که آیا ادیان راه حلی دارند جهت رفع اشکالات بین ادیان؟ یعنی ادیان خودشون راه حلی دارند که اشکالات بین ادیان حل بشه؟ اول از همه ما باید فکر کنیم که دین دوتا نیست. ما فقط و فقط یک دین بیشتر نیست در دنیا، یک دین بیشتر نداریم، دوتا دین نیست. اگر کنیم که ما بیش از یک دین داریم، به نظر من این درک اشتباه هست. پس ادیان مختلف نیست، دین فقط باید یکی باشه. چرا؟ اگر خالق یکیست یا خداوند یکیست یا خالق یکی باشه، باید حقیقت هم یکی باشه. نمیتونیم ما یه خدا داشته باشیم، یه خالق داشته باشیم، دو تا حقیقت داشته باشیم. پس 100% حقیقت هم باید یکی باشه. وقتی حقیقت یکی شد و دوتا نیست، دین هم باید یکی باشه. پس وقتی دین یکی شد اختلافات حل میشه. یک کتاب ولیکن بخش های مختلف.
حالا گفتار و اعمال و کردار این دینگرایان و دین فروشان به ظاهر علمای ادیان، به ظاهر علمای ادیان اینها هستند که گرفتاری به وجود میارن و چیکار میکنن؟ یه عده‌ای هم کورکورانه بدون تشخیص، بدون درک، کورکورانه دنبال روی اینها هستن. حالا ما چجوری میتونیم اینها را مسائلشون را حل کنیم؟ قبلا عرض کردم ما کامپیوترمون را آپدیت بکنیم، به طبق روز بکنیم. اگر مایه اختلاف اشکال بین بشر گردد، بیدینی بهتر و مقبولتر و پسندیده تر است. اینطور نیست؟ ما هر روز شاهد این گرفتاری یا گرفتاری های ادیان گذشته هستیم. میبینیم که به وسیله دین چه کار که نمی کنن. چه مادرانی که ناظر یگان فرزند خود، دلبند خودشون هستند که به خاک خون کشیده، چه پدرانی که شاهد نابودی خانواده خود گردیده و میگردند، و چه دودمانی که محو و نابود شده و میشود، و چه شهرهایی که با خاک یکسان میگردند و از میان رفته و می رود. این هیچی نیست جز تاریخ اون داروی داروبخش، داروی شفابخشی که اثرش گذشته. ما اگر نگاه کنیم، حضرت مسیح فقط یک شخص عالی قدری بیش نبود، کتاب او هم فقط یکی، انجیل. ملاحظه کنید که چی شده. این دین به شعبه های صدها شعبه یا هزارها شعبه تقسیم شده، همه همدیگر را میکشن. اسلام را همین را ملاحظه کنید به چه روزی افتاده. تنها راه شفابخش این گرفتاری ها فقط یکیست، و اون هم پیروی از تعالیم حضرت بهاءالله، حالا چه دوست داشته باشید چه دوست نداشته باشید، تنها راهتون همین هست. و بشر به این مرحله خواهد رسید، چه بخواید چه نخواید، چاره ندارید. بسیار خوب، اگر سوالی هست من حاضرم، اگر نیست دوست دارم که یک آثاری از حضرت بهاءالله را اینجا تلاوت کنم، خیلی هم میخوره. جناب سوربی بفرمایید. یه لوحی هست که واقعا این لوح من خیلی دوست دارم و همیشه مطالعه میکنم. حضرت بهاءالله می‌فرمایند: ای بلبلان الهی، از خارستان ذلت به گلستان معنوی بشتابید، و ای یاران ترابی، قصد آشیان روحانی فرمایید. مژده به جان دهید که جانان تاج ظهور بر سر نهاده و ابوابهای گلزار قدم را گشوده، چشمها را بشارت دهید که وقت مشاهده آمده، گوشها را مژده دهید که هنگام استماع آمد، دوستان بوستان شوق را خبر دهید
که یار بر سر بازار آمد و هدهدان سبا را آگاه کنید که نگار اذن بار داده. ای عاشقان روی جانان، غم فراق را به سرور وصال تبدیل نمایید و سم هجران را به شهد لقا بیامیزید. اگرچه تا حال عاشقان از پی معشوق دوان بودند و حبیبان از پی محبوب روان، در این ایام فضل سبحانی از قمام روحانی چنان احاطه فرموده که معشوق طلب عاشق می نماید و محبوب جویای احباب گشته. این فضل را غنیمت شمرید و این نعمت را کم نشمرید. نعمتهای باقیه را بگذارید و به اشیای فانیه قانع نشوید. برقه از چشم قلب بردارید و پرده از بصر دل بردارید تا جمال دوست بی حجاب بینید، ندیده ببینید، نشنیده بشنوید. ای بلبلان فانی، در گلزار باقی گلی شکفته که همه گلها نزدش چون خار و جوهر جمال نزدش بی مقدار. پس از جان بخروشید و از دل بسروشید و از روان بنوشید و از تن بکوشید که شاید به بوستان وصال درآیید و از گل بی مثال ببویید و از لقای بی زبال حظه برید و از این نسیم خوش سبای معنوی غافل نشوید و از این راهه قدس روحانی بی نصیب نمانید. این پندها بکسلد و سلسله جنون عشق را بجنباند، دلها را به دلدار رساند و جانها را به جانان سپارد. قفس بشکند و چون تیر رو قصد آشیان قدس کند. چه شبها که رفت و چه روزها که درگذشت و چه وقتها که به آخر رسید و چه ساعتها که به انتها آمده و جز به اشتغال به دنیای فانی نفسی بر نیامد. سعی نمایید تا این چند نفسی که باقی مانده باطل نشود. عمرها چون برق می گذرد و فرقها بر بستر تراب مقر گیرد. دیگر چاره از دست رود و امور از شست. شمع باقی بی فانوس روشن و منیر گشته و تمام وجبات فانی را سوخته. ای پروانگان بی پروا بشتابید و بر آتش زنید و ای عاشقان بی دل و جان بر معشوق بیایید. بی رقیب نزد محبوب روید. روید گل مستور به بازار آمد، بی ستر و حجاب آمد. به کل ارواح مقدس ندای وصل می زند، چه نیکوست اقبال مقبلین. فهنینن به انوار حسن بدی، فهنینن للفائزین به انوار حسن بدی. چقدر این لو زیباست و راهنمایی می‌فرماید حضرت بهاءالله ما را که چجور باید باشیم و چجور نباید باشیم. جناب سوربی، باید زمان آن رسیده که برگردیم به
تاریخ. آقای مطلبی، من یه سوالی خودم دارم. شما همیشه میگید لوح، منظورتون چیه؟ این گفته ها رو روی لوح اون زمان نوشتن یا به عنوان احترام شما میگید لوح به این نوشته ها و چیزایی که باقی مونده؟ مظاهر الهی وقتی آثاری را نازل میفرمایند، اینها وقتی کوتاه باشه، مثل این که من الان قرائت کردم، اینها رو ما اسمش میذاریم لو، و اگر بلند باشه، به صورت کتاب باشه، اون کتاب کتاب مقدسی است که ما در گذشته و این زمان داریم. این لو خیلی کوتاه هستش و برای شخصی یا فردی نازل شده، اینا رو ما میگیم لو. ممنونم از شما، بفرمایید. در اینجا من باز باید برای که این تاریخ خیلی مهم هست، میخوام که یه مروری از گذشته بکنیم. ما راجع به تاریخ حضرت باب، حضرت بهاءالله در گذشته گفتیم و من تکرار میکنم برای که دوستان یا نشنیدن یا فراموش کردن. گفتیم که شخصی به نام سید علی محمد باب در شیراز اظهار امر جدیدی نمود. ایشون در 20 اکتبر سال 1819 متولد شدند در از یک خانواده تاجر و در سال 23 می 1844 اون امر خودشون را اعلام فرمودند و در تاریخ 9 جولای سال 1850 در شهر تبریز در میدان سربازخانه ایشون را به تیرباران و جوخه اعدام سپرده و شهید کردن. بعد گفتیم که حضرت بهاءالله اول ایمان آوردن به حضرت باب و خود شروع کردن تبلیغ کردن و گفتیم که 12 نوامبر 1817 تاریخ تولد حضرت بهاءالله بود. ایشون به زندان سیاهچال فرستادن، انداختن و بعد از 4 ماه و چند روز آزاد شده و تبعید کردن به عراق، از عراق بغداد یعنی پایتخت کشور امروزی عراق، و از اونجا به استانبول و ادرنه و عاقبت به عکا، و در اونجا بود که ایشون صعود کردن. پیش از این که حضرت بهاءالله صعود کنن، ایشون یک کتابی نوشتن به نام کتاب عهدی و در این کتاب فرزند ارشد خودشون را حضرت عبدالبها، البته عبدالبها این خواسته خودشون بود که خودشون را عبد بها بنامند، ولیکن اسمشون عباس یا عباس افندی بود. ایشون این فرزند را انتخاب کردند جهت راهنمایی و توزیع آثار خودشون. اون روز آقای اجلالی سوال کردند که چرا بعد از خودشون حضرت بهاءالله شخص دیگری انتخاب کردن. جواب خیلی ساده است، به همون دلیل که حضرت محمد حضرت علی را انتخاب کردن. ایشون ایراد میگیرن از یه طرف، ولی خودشون متوجه نیستن که چرا حضرت محمد حضرت علی را انتخاب فرمودن. جهت توضیح، جهت راهنمایی آثار که در قرآن بوده. همینطور هم ما بشر احتیاج به راهنمایی داریم و حضرت عبدالبها کسی بودن که به علم ظاهر و باطن این موهبت بهشون عنایت شده بود به توسط خداوند. ایشون دارای این قدرت بودن و متوجه بودن و معانی آثار حضرت بهاءالله را میدونستن. پس حضرت بهاءالله برای اولین بار، توجه بشه، برای اولین بار رسما درج فرمودن وصیت نامه ای را
که گرفتاری های گذشته پیش نیاد. ببینید اگر رسماً حضرت محمد یا حضرت مسیح اینها وصیت نامه ای را نوشته بودند و در نزد مردم و همگی بود، اسلام تقسیم نمی شد. همون روزی که حضرت محمد صعود فرمودن، همون روز انشقاق بین شیعه و سنی، یعنی اسلام به وجود اومد و شیعه و سنی به وجود اومد و گرفتاری از همون لحظه شروع شد. اینجاست که حضرت بهاءالله شخصی را انتخاب فرمودن و این شخص خیلی کفایت میکرد جهت این امر بزرگ که توضیح بده، اشکالی ایرادی اگر هست، سوالی هست، جواب داده بشه. تمام این سوالاتی که میشه و بنده دارم جواب میدم، این جواب ها از من نیست، اینها از تمام از آثار و توضیحات حضرت عبدالبها هستش. شما میتونید برید در کتابخانه بهایی و این آثار را مطالعه کنید. این هستش که حضرت عبدالبها این گرفتاری ها و هر سوالی بود توضیح فرمودن. حضرت عبدالبها در تاریخ همون تاریخی که حضرت باب اظهار انفم، در همون شب ایشون در سال 1844 29 می ایشون متولد شدند و بعد در صدمات و گرفتاری هایی که حضرت بهاءالله داشتن از تهران تبعید شدند و در تمام گرفتاری ها شریک و در خدمت پدر عزیز خودشون بودن، تا اینکه وقتی حضرت بهاءالله صعود فرمودن ایشون سکان این امر را به دست گرفتن و در سال 1898 وقتی انقلاب جوانان ترک اتفاق افتاد، اون موقع بود که ایشون آزاد شدن، بعد از 60 سال از زندان آزاد شدن و وقتی آزاد شدن ایشون به کشورهای غربی، اول به اروپا مسافرت فرمودند و از اروپا مجدداً به مصر تشریف آوردند و از مصر به آمریکا تشریف بردند و در شهرهای مختلف ایالات متحده سفر کردند و از یک جنب و جوش عظیمی در آمریکا به وجود آمد و دوباره بازگشتن به حیفا، فلسطین قبل و اسرائیل جدید و در 21 اگر ببخشید در 28 اگر اشتباه نکنم، دوستان من رو یاری کنن اگر اشتباه میکنم، سال نوامبر سال 1921 ایشون صعود کردن. حال هفته آینده انشالله راجب چی؟ حضرت شوقی ربانی که ایشون انتخاب کردن ما صحبت خواهیم کرد. اینجا من میخوام که یک داستانی از، اگر شما سوالی نداری جناب، نه خیر بفرمایید، یک داستانی از زمان جوانی حضرت بهاءالله خدمت دوستان عرض کنم که خسته نشن. حتما من خسته شون کردم، میبخشید. وان که روزی حضرت بهاءالله که در انفمان جوانی بودند در مجلس میرزا نظر علی حکیم باشی که نزد محمد شاه اعتبارش
از وزیر اعظم که حاجی میرزا آقاسی بود بیشتر بود. این خیلی مورد احترام دربار بود. میان حکیمانی میگه یک روز صحبت میکرد این آقای میرزا نظرعلی، صحبت میکرد در مجلسی و تا جایی که عنان کلام از دستش خارج شد و گفت اگر به من بگویند، یک کسی از در وارد بشه و به من بگوید که حضرت مسیح آمده دم در و میخوام منو ببینه، من ابدا اعتنایی نخواهم کرد. حضرت بهاءالله جوانی همطور که عرض کردن بیش نبودن، در اینجا اجازه خواستن از حکیم و حکیم را خطاب کردن. جناب حکیم، اگر همین لحظه، البته من میخوام این سوال را واقعا از رویت و خلوص نیت پاک به من جواب بدید، اگر در این لحظه در بازگردم و چند نفر از میر قزبان شاه با اون شمشیرهای برهنه و رئیس اونها شما را بخواهد که همراهی کنید و شاه شما را میخواد ببینه، آیا در دلتون یک کمی ناراحت خواهید شد یا نخواهید شد؟ میرزا نظرعلی خان یک کمی فکر میکنه، چند دقیقه یا چند لحظه فکر میکنه تا جواب بده و بعد میگه واقعیتش اینه که آره، من یه کمی ناراحت خواهم شد. در این لحظه حضرت بهاءالله میفرمان که از اون دهان و اون زبان اون حرف گفتن که اگر حضرت مسیح بیاد دم در من حاضر نیستم ملاقاتش کنم، بعید میاد که چنین فرمایشی بکنه. وقتی حضرت بهاءالله با کمال شجاعت این کلام را، میرزا نظرعلی یک شخص کمی نبوده، همینطور که عرض کردم شاه خیلی احترامش میذاشته، خیلی محبت بهش میکرده، وقتی این شجاعت را از این شخص میبینن، از حضرت بهاءالله میبینن، تعجب میکنن که این جوان چقدر شجاع و بالیاقت است. جناب سوربی، من فکر میکنم که وقت ما تمام هست، اینطور نیست؟ بله تقریبا. تقریبا. من از شما تشکر میکنم و همینطور از بینندگان و شنوندگان، و امیدوارم که هفته خیلی خوبی در پیش داشته باشید و از پرحرفی من خسته نشده باشید. من هم برای شما بهترین ها را آرزو میکنم. دوستان بیننده یا شنونده، اگر مایل باشید پرسشی یا نظری را مطرح کنید، لطف کنید با شماره تلفن 703-957-6150 یا با ایمیل info@mardomtv.com یا مستقیما با فیسبوک با خود آقای عنایت مطلبی تماس بگیرید. باز هم از شما ممنون آقای مطلبی و اوقات خوبی در پیش داشته باشید. با تشکر. خب دوستان عزیز، برنامه ها رو پی میگیریم و امیدوارم که تلویزیون مردم رو به دیگران هم معرفی کنید. روز و روزگار بر شما خوش.